برام خدا و سلام بر شما. به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 قوس سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. تاکید بر سپردن کار به اهل کار. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید که کار باید به اهلش سپرده شود. وزیر صدر اعظم امیرالمومنین د خلکو سره په تماس کې و، په تصور کې نه هم نه راتلله. دا مسؤلیت ډېر دی. سفر احتمالی زمیر کابلوف به کابل. وی پیش از پایان سال میلادی به کابل سفر میکند. اوس هم چې روسیه ګوري چې د امریکې او د طالبان د مشرانو ترمنځ مذاکرات روان دي. استقبال وزارت خارجه از نشست امنیتی در هند. هماهنگی کشورها درباره منطقه را استقبال می کنیم. و هشدار پوتین از طولانی شدن جنگ در اوکراین. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. معین سیاسی وزارت خارجه از مقامهای امارات اسلامی میخواهد که خود را در انزوا قرار ندهند تا در انزوا نباشند. از مشکلات مردم آگاه شوند و بتوانند تا با مردم تماس مثمر داشته باشند. شیر محمد عباس استانگزی در مراسم معرفی والی جدید کابل میگوید که هر افغان حق اشتراک در سیاست، اقتصاد و امور دیگر کشور را دارد. این مقام امارات اسلامی میگوید که کار باید به اهل کار سپرده شود تا افغانستان از مشکلات کنونی بیرون شود. او بار دیگر بر بازگشایی مکاتب دخترانه تاکید دارد و میگوید که بدون کسب علم و دانش پیشرفت کشور ممکن نیست. محمد قاسم خالد والی جدید کابل رسماً کارش را به عنوان والی آغاز کرد. معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم معرفی میگوید که حاکمان نباید در انزوا باشند، زیرا در گوشنشینی مقامها از مشکلات مردم با خبر نخواهند شد. شیر محمد عباس استانگزی میگوید که کار باید به اهل آن سپرده شود و امارت اسلامی هم تسهیلات بیشتری را برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم فراهم سازند. که هر وقت یو حاکم، یو والی، یو وزیر، صدر اعظم، امیرالمومنین د خلکو سره په تماس کې و، همیشه له دوی سره ناست و، له دوی سره خوړل، له دوی سره چکل او له دوی سره ملاسته ټول سره یو، بیا به د خلکو په مشکلاتو پوهوي او هغه به عدالت هم کولی سي او د خلکو مشکلات هم ورحلولی سي. خواست دیگر او این است که مخالفان سیاسی امارت اسلامی که در بیرون از کشور هستند به کشور برگردند، زیرا هر افغان حق مشارکت در روندهای سیاسی و اقتصادی را دارد. این مقام امارت اسلامی بار دیگر بر بازگشایی مکاتب بر روی همه تاکید دارد و میگوید پیشرفت کشور بدون کسب علم و دانش ممکن نیست. خوز داخل زمون افراد دی، زمون رعیت دی، زمون دل اسلام دی، داخل زمون شفقت ضرورت داری، داخل زمون محبت ضرورت داری، داخل زمون هغه پلرین محبت ضرورت چه دلی بده که هر څوک چیزون کی دوی ته باید موږ اقتصاد ورغو، دوی باید لوګل فخر را وباسو، دوی ته سړکونه جوړ کړو، دوی کورونه ته برقونه ورسو، دوی په مخ باندې تعلیمي ادارې خلاصې کړو. در همین حال شمار دیگری از مقامهای امارات اسلامی تقرری و تبدیلی را در نظام یک اصل حکومتداری خوانده و میگویند محمد قاسم خالد بر اساس لزوم دید رهبر امارات اسلامی به این سمت گماشته شده است. محمد قاسم خالد سه برازی دتا با دی کابل دی ولایت واگی سپارل کیگی، هیچ مشکل اختلافات پا دی که نشتا، طول ویچ الحمدلله که یو لارو بل راغلو، بل براشی، بل براشی، بل براشی، دا که کم مشکل نشتا، کم سیاسی خلا بنرزی، کم دی قدرت خلا بنرزی، نه فقط مخ به اطاعت باندی، پا دی باندی ماموریو. اوله جل جلاله دی، یقینا په تصور کې نه هم نرات لده، دا مسئولیت ډیر درون ده، دی کابل ولایت لطول و غازیان و مجاهدین و او دی اسلامی امارت لمسئولین و نمخواست داده،
ترڅو د دغه مسؤلیت د حق په ادا کولو کې ما سره مرسته وکړي. در کمتر از 3 ماه گذشته این دومین والی است که برای مقام ولایت کابل معرفی می شود. پیش از این آقای خالد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بود. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان خبر داده که قصد دارد به کابل سفر کند. زمیر کابلوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که تاریخ سفر هنوز مشخص نشده است، اما او گفته که پیش از پایان سال میلادی 2022 به کابل خواهد رفت. این دومین سفر زمیر کابلوف پس از حاکمیت امارات اسلامی خواهد بود. کابل و مسکو در بیش از یک سال گذشته روابط حسنه‌ای داشتند، اما پس از انفجار در مقابل سفارت این کشور در کابل، مقام‌های روسی کمتر با مقام‌های امارات اسلامی دید و بازدید داشتند. حالا خبرگزاری تاس روسیه گفته است که قرار است نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به زودی به کابل سفر کند. زمیر کابلوف هرچند نگفته که چه زمانی به کابل سفر می کند، اما گفته که سفرش پیش از پایان سال میلادی 2022 انجام خواهد شد. د مسکو فرمات د کوربه په توګه د دغو نتایجو او د بحث د محتوا په باب باندې د اسلامي امارت له کارکوونکو او مسؤلینو سره نظر ته وبدله کې، او هغه پیغام چې دوی طالبانو ته درلوده او د اسلامي امارت چارواکو ته یې درلوده ښایي دا ورته ورورسوي او په دغه مورد کې په هغې باندې بحث وکړي. چند پیش نشست ترویکای توسعه یافته بدون حضور نماینده افغانستان برگزار شد. در واکنش به این گونه نشست ها وزارت خارجه گفت که هر گونه نشست بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان ناقص است. اوسم چی روسیه گوری چی د امریکی او د طالبان د مشران ترمنز مذاکرات روان دی او د په دوحه کی او په ابو ظبی کی، نو دوی هم فعال سوی دی او دوی غواړي چې د خپل اړیکې هم د طالبان سره وساتي. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در حال به کابل سفر می کند که مقام های روسی به شمول رئیس جمهور این کشور از وضعیت افغانستان نگرانی کرده و گفته است که نگران نفوذ گروه های هراس افغان به آسیای میانه هستند، هرچند که کابل بارها اطمینان داده است که این کار صورت نخواهد گرفت. وزارت خارجه در واکنش به نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در دهلی نو میگوید که امارات اسلامی از برگزاری چنین نشست‌ها به منظور ایجاد هماهنگی بهتر در راستای امنیت و مسئولیت منطقه استقبال میکند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میافزاید که حکومت سرپرست به تامین امنیت در منطقه متحد است و هیچ تهدید متوجه منطقه از خاک افغانستان نیست. مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در اعلامیه پایانی نشستشان بر عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید و از یک افغانستان قوی و باثبات حمایت کردند. دو روز پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در دهلی نو، در اعلامیه پایانی این نشست مبنی بر عدم مداخله در امور افغانستان و حمایت از یک افغانستان قوی و باثبات، حالا وزارت خارجه کشور از اعلامیه پایانی این نشست استقبال کرده است. وزارت خارجه می افزاید که امارت اسلامی از برگزاری چنین نشست ها به منظور ایجاد هماهنگی بهتر در راستای امنیت و مسئولیت منطقه استقبال می کند. آقای تکل می افزاید که حکومت سرپرست به تامین امنیت در منطقه متحد است و هیچ تهدید متوجه منطقه از خاک افغانستان نیست. در این نشست اما از تهدیدهای احتمالی نگرانی شده بود، اما کابل خود را به توافقنامه دوحه متحد می داند و می گوید که هیچ گروه هراس افغان در افغانستان حضور ندارد. افغانستان اسلامی امارت د سیمې د امنیت د خوندیتوب په اړه د ښې همغږۍ رامنځته کولو په پار د ورته ناستو هرکلی کوي. د یادې غونډې د ګډې هوکړې ستاینه کوي چې د باثباته، سوله ییز، یو موټی او خوندي افغانستان څخه یې ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان حاکمیت، یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او هم په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصل ته درناوی کوي.
در این نشست اما از تهدیدهای احتمالی نگرانی شده بود، اما کابل خود را به توافقنامه دوحه متحد می‌داند و می‌گوید هیچ گروه حراس افغان در افغانستان حضور ندارد. نگرانی الحمدلله هیچ نگرانی وجود نلری لهچا په افغانستان کې اوس هیڅ داسې ډله نه ده موجوده چې لاغه هغه دې غټ ګواښ وګڼل سي او د امنیت په ګواښلو کې دې لاغې د اندېښنې وړ وبلل سي. از سوی هم آگاهان میگویند وضعیت کنونی کشور میتواند بر منطقه تاثیرگذار واقع گردد. از این رو باید کشورها اقدامات مشترک را برای حل بحران بشری کشور روی دست گیرند. مشاوران امنیت منطقوی در هندوستان بعد از سفر تام سویس نماینده ویژه امریکا در افغانستان صورت میگیره، یعنی کدام اجنده از طرف امریکا خواهد بود. اما در مجموع به غرض امنیت افغانستان، چون هندوستان با در نظر داشت رقابت با پاکستان نظر مثبت در کوسه افغانستان داره و یک کشور تولیدی و صنعتی و نیازی هم به ترانزیت افغانستان به تجارت و به تجارت با کشورهای آسیای میانه داره. قرار است نشست بعدی مشاوران امنیت ملی کشورهای آسیای میانه در سال آینده میلادی در قزاقستان برگزار گردد. امارت اسلامی از اشتراک کنندگان این نشست می‌خواهد در نشست آیندهشان نماینده افغانستان را نیز دعوت کنند. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که امارات متحده عربی نقش مهم در دیپلماسی ایفا می کند و کشور با تجربه طولانی در بخش گسترش اقتصاد است. او گفته که امارات می تواند نقش مؤثر در زمینه ارتباطات با افراد قابل نفوذ در افغانستان داشته باشد. آقای وست در دیدار با مقام های حکومت و شمار از چهره های سیاسی به شمول آقای کرزی گفته است که با استفاده از فرصت در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر و ویژه زنان و دختران افغان با هیئت امارات اسلامی در ابوظبی صحبت کرده است. او به مقام های دولت گفته است که کسب مشروعیت جهانی وابسته به برخورد آنان با زنان و دختران افغان است. امارات متحده عربی این روزها میزبان گفتگوهای چند جانبه میان مقام های آمریکایی، هیئت امارت اسلامی و شمار از چهره های سیاسی مانند حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور است. در فرجام این گفتگوها، توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در رشته تویت هایی گفته در دیداری که با هیئت امارت اسلامی و آقای کرزی داشته گفته است که کسب مشروعیت جهانی برای امارت اسلامی وابسته به برخورد آنان با زنان و دختران افغان است. خب طالبان در جستجوی برقرار کردن روابط با کشورهای جهان هستند، چون آنها نیاز دارند تا با کشورها ارتباط داشته باشند. حدود یک دهه می شود که افغانستان از کمک‌های جامعه جهانی، کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انکشافی مستفید بوده است. بنابراین افغانستان و خود مردم نمی توانند بدون کمک‌های جامعه جهانی شاهد صلح و آرامش باشند. ایالات متحده در تلاش است تا کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان فراهم کند. توماس ویست این را هم گفته که امارات متحده عربی نقش مهم در دیپلماسی ایفا می‌کند و کشور با تجربه طولانی در بخش گسترش اقتصاد است. او گفته که امارات می‌تواند نقش مؤثر در زمینه ارتباط با افراد قابل نفوذ در افغانستان داشته باشد. شمار از چهره‌های سیاسی هم به این باورند که نباید افغانستان به انزوا نگه داشته شود. متوجه باشین حیف است که باز امی تمام سیستم و تمام نظام باز به هم بخوره. حیف است که باز یک برادر مسلمان و افغان ما کشته شود. کوشش کنیم که بریم به طرفی که دیگه جنگ مردود باشه و ترقی باشه، درس باشه، تعلیم باشه، مقابله با جامعه جهانی باشه در پیشرفت افغانستان. نماینده ویژه آمریکا افزوده است که وضعیت امنیتی افغانستان
تلاش‌های متداوم امارت اسلامی در مقابل داعش، اقدام برای بهبود محیط تجارتی و پاسخ جامعه جهانی به بحران بشری جاری در افغانستان از موضوعات دیگر مورد بحث او با مقام‌های امارت اسلامی بوده است. نظام کنونی زمان به فکر کنم که به رسمیت شناختنش آسان تر میشه که به تماماً ان بخشای جامعه توجه جدی داشته باشه، از حقوق زنان گرفته تا تماما حقوق بشر. زمینه کار باید مساعد شود، زمینه تحصیل باید مساعد باشه، امن و ثبات باید حاکم باشه. در حال حاضر امارات متحده عربی میزبان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز است که پس از حاکمیت امارت اسلامی تا کنون در آن کشور به سر می‌برد. این گونه ملاقات‌ها در حال صورت می‌گیرد که جامعه جهانی بارها بر تشکیل یک دولت همشمول تاکید می‌کنند، اما امارت اسلامی حکومت را همشمول می‌داند. یک باب مکتب دخترانه به ارزش 12 میلیون افغانی در ولسوالی شیگل ولایت کنر ساخته شد. این مکتب به همکاری کمیته سویدن ساخته شده که 700 متعلم می تواند در آن در یک زمان درس بخواند. شمار از متعلمان از حکومت می خواهند که مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. این ساختمان مکتب از سوی ریاست معارف این ولایت با همکاری مؤسسه سویدن به ارزش 12 میلیون افغانی در مدت یک سال ساخته و به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولان این مکتب دارای 10 صنف درسی و 2 اداره و 2 کتابخانه است. دیمونی مکتب 40 تدریسی خونی لري، 2 اداری خونی دی او 2 کتابخانی دی. البته ټوټل جمله مالی لګښت 12 میلیون افغانی شوی دی، په دې کې او جمله دی شاگردان تعداد چې دی 200 نفر شاگردان لري. البته انجونی او الکان تقریبا دی یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټول ساختماني چارې تکمیل شوې دي. در این مکتب 700 متعلم می توانند در یک زمان درس بخوانند، اما خواست متعلمان این است که امارت اسلامی مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم هم باز کنند. مخکی دلته نه چاکیگانی و نه دالیزونه ارته و مخکی نو جوړ وست چې جوړ شو مونږ ډېر خوشحاله. ما مشکلات سره مخ و چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو خوشحاله دیست. مالت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته صنفونه د دولسمه پورې خلاص کړي او مونږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو. بزرگان محلی کنر هم میگویند که نمیخواهند دخترانشان از آموزش محروم بمانند. من در شیگل در آقای چکه من در شیگل ورسوالی در طول خلق پده مانه متفق دی. طول خلق در خواه خطر در غاری در غختان در چه در جنکو تعلیم چکم در داده یعنی لغشی در خلاص کلیشی. در جنکو پا مخمانی در مکتبون دروازی در خلاص کلیشی. در دولت خواه غختان از منگ داده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پات شوي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړی شي. از سوی هم مقامات محلی میگویند حقوق مردم در چارچوب شریعت اسلامی داده خواهد شد. د اسلام په دایره کې انشاءالله موږ هر چا ته خپل حقوق ورکولي ذکر مثل هذه الانثیه زمونږ هغه عظیم شان قانون چې قرآن کریم دی 1400 کاله مخکې اغه حقوق زنانه او تورکلی دي. ته زمنګ مشران په دې پویږي چې منګه د خزینو تعلیم ته ضرورت لرو. البته نور پریکټ به د مشرانو کار دی د کې منګه د څه کوم دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو اطمینان ورکو. در ولایت کنر در مجموع 500 باب مکتب وجود دارد که از این میان 200 مکتب آن هنوز هم ساختمان ندارند، اما مسئولان ریاست معارف این ولایت برای حل این مشکلات از اقدامات لازم خبر می‌دهند. برای نخستین بار عملیات لیزری کیسه صفرا در شفاخانه حوزوی ابولیسینا در ولایت بلخ انجام شد. مسئولان در این شفاخانه میگویند که تیم از دکتران توانستند این عملیات را موفقانه انجام دهند. رئیس صحت‌عامه بلخ میگوید که پس از این نیاز نیست که مریضان برای عملیات کیسه صفرا به بیرون از کشور بروند، زیرا بخش عملیات لیزری در این شفاخانه فعال شده و دکتران هم در این زمینه آموزش دیدند. برای نخستین بار عملیات لیزری کیسه صفرا توسط تیمی از دکتران شفاخانه حوزوی ابو علی سینا در ولایت بلخ موفقانه صورت می‌گیرد.
توپیک یا عملیات های لایزری که تا به حال در چند یک شفاخانه دو شفاخانه در مرکز امکانش هست که باشه و بسیار با هزینه بلند. مریضای ما زیادترشان به کشورهای خارج می رفتن، در حدود 1000 تا 2000 دلار هزینه داشت. این عملیات لیزری بر کیسه صفرای یک زن 32 سال انجام شده است. صفرای سنگ داشت، بازو میخواستیم در کلینیک شخصی عملیات کنیم. بازو که معلومات کردیم در کابل 70000 عملیات میگرفت، که دوا کلش یک لگ گفت. باز همینجا آمدیم، نمیشه عملیات کنیم. فضل خدایان خوب است، این صبحانه رو هم خوردیم. بخش عملیات های لیزری در این شفاخانه تازه فعال شده است و به گفته دکتران عملیات لیزری خطرات را کاهش می دهد، زیرا امکان خون ریزی وجود ندارد. از سوی برای 60 تن از دکتران هم زمینه آموزش در این زمینه فراهم شده است. اگر ما بخوایم برم دک جای، اول باید از امر یک شفاخانه با ارتباط برقرار کنم، باید از که ویزا داشته باشم، پاسپورت داشته باشم، باید در اونجا فیسی که می خواهم یاد بگیرم او را پرداخت بکنم، دوم جای بوده باش. کورس ما طوری است که بخاطر برای یک سال ادامه می داشته باشد، بیشتر فارغای پرنسیب جرایی و نسای ولادی می باشد و چند دکتر از بیرون هم ما در پروسه داخل کردیم. انشاءالله از ظرف یک سال اینا موفق می شود که عملیات لاپاروسکوپی را به تنهایی خود گرفته بتانند. این در حالی است که سالانه هزاران تن از شهروندان کشور برای تداوی به بیرون از کشور می روند. به باور شهروندان هرگاه مراکز تداوی با معیارهای جهانی در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان ایجاد شود، از رفتن مردم به بیرون از کشور جلوگیری خواهد شد. افراد دارای معلولیت در ولایت کندوز میگویند که کمک های مقطعی نمیتواند مشکلات آنان را حل کند. از این رو آنان خواهان فراهم شدن زمینه کار هستند. به گفته یه شمار از این افراد، پرداخت مدد معاش حکومت برای رفع مخارج زندگیشان بسنده نیست و از حکومت و مؤسسات میخواهند به خاطر بلند بردن ظرفیت و خودکفایی آنان بیشتر تلاش کنند. رئیس شهدا و معلولین ولایت کندوز میگوید که در حال حاضر حدود 5000 معلول در این ولایت وجود دارد و ماهانه 4 تا 8000 افغانی مدد معاش دریافت می کنند. جنگی 20 ساله در ولایت کندز معلولان زیادی بر جا گذاشته است و حتی در یک مورد 7 عضو یک خانواده اعضای بدنشان را از دست دادند. حالا شماری از افراد دارای معلولیت میگویند که کمک های مقطعی نمیتواند مشکلات آنان را حل کند و برای حل مشکلاتشان باید گام های اساسی برداشته شود. من البته ها موسسات چه دمون سران یو موجی ورو آمیای پیم وری را کریم آمیای دمون در نمون ایگی او آقا منگا مگم سعی کنی سرپرست یک معلول می باشد. رئیس شهدا و معلولین ولایت کندوز میگوید که در حال حاضر حدود 5000 معلول در این ولایت وجود دارد و ماهانه 4 تا 8000 افغانی مدد معاش دریافت میکنند. 5000 معلولین داریم و در عرصه پیش چون که معلول جنگی را میگرفتند، علی پروگرام یا طرز العمل و راهنمود قسمی است که معلول طبیعی و معلول مدرسات و معلول حادثه ایرم میگیره، شاید تعدادشان از این بیشتر شود. درباره مشکلات دیگه، معلولیت طبعا خودش یک مشکل است. در همین حال یک مؤسسه خارجی هم حدود 1000 کودک معلول را تحت پوشش قرار داده و حمایت میکند. پنج بخش است که خدمات فیزیوتراپی را داریم، خدمات ارتوپیدی را داریم، خدمات تعلیمات فراگیر یا صرف ابتدایی را داریم برای اطفال دارای معلولیت که در اونجا خطی برید و همچنان زبان اشاره تدریس میشه. به گفته مسئولان اداره شهدا و معلولین ولایت کندز، آنان در هماهنگی دیگر مؤسسات تلاش میکنند در بخش های مختلف با افراد دارای معلولیت همکاری کنند. ادامه خبرها پس از وقفه.
نمایشگاه ملی و بین المللی هفت روزه امام ابو حنیفه در کابل پایان یافت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که از این نمایشگاه بیش از 100 هزار تن دیدن کردند و مجموع فروشاتشان هم به 35 میلیون می رسد. در این نمایشگاه چندین قرارداد همکاری تجاری به ارزش 20 میلیون دلار آمریکایی نیز به امضا رسیده است. پایان بزرگترین نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل. این نمایشگاه هفت روز پیش گشایش یافت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این هفت روز 120 هزار تن از این نمایشگاه دیدند کردند. مجموع فروشات هم به 35 میلیون افغانی می رسد. در این مدت قراردادی های همکاری تجاری هم صورت گرفته است که ارزش این قراردادها به 20 میلیون دلار آمریکایی می رسد. حدود 120 هزار بازدید کننده در هفت روز داشته، به تعداد 35 میلیون افغانی، بیشتر از 35 میلیون افغانی ما فروشات داشتیم. البته این فروشات در بخش‌های مختلف بوده، چه بخش‌های تولید داخلی بوده، صنعتی بوده، صنایع دستی بوده، قالین بوده، میوه خشک وطنی بوده، نوشابجات بوده، بیشتر فروشات عمدتاً در این بخش‌ها. شمار دیگر از تاجران میگویند که باید زمینه برگزاری این چنین نمایشگاه ها برای جلب حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود. این تاجران از وزارت صنعت و تجارت میخواهند که مشکلات فراراه آنان را حل کنند، بخصوص در مورد جرایم مالیاتی. من گاد امارت اسلامی نه خوشاله و مننه تکو، مگر په بعضی برخوردونو که باید د تاجر سره او د سرمایه دار سره ډیر احتیاط وشي. منګه امارت ته دا ثابت کړی ده چې خپل سرمایه مو مراوړی ده، خپل بچی مو مراوړی دي، ځان مو مراوړی دلته یو. امارت باید د خپلو مجاهدینو نه زیات باید په سرمایه دارانو باندې شفقت وکړي. خوشبختانه کې این نمایشگاه نتایج بسیار خوبی را به بار آورد که رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تانست که از کشورهای همسایه دعوت بکنه و کشورهای همسایه نیز در این نمایشگاه ما همونطوری که شما شاهدش هستین حضور داشت. این در حالی است که از میان بیش از 600 غرفه 270 غرفه آن مربوط به زنان تجارت پیشه بود، اما زنان تجارت پیشه از فروشاتشان چندان راضی نیستند. یک شرکت پروسس پنبه با هزینه بیش از 50 میلیون افغانی در ولایت کندهار ایجاد شد. این شرکت ظرفیت پروسس 32 تن پنبه، 2 تن روغن و 2.5 تن صابون را در ظرف 8 ساعت دارد. مسئولان اتاق تجارت و صنعت کندهار میگویند که اگر مشکلات برق در پارک‌های صنعتی این ولایت حل شود، بسیاری از شرکت‌هایی که غیر فعال شدند دوباره فعال خواهد شد. یک شرکت پروسس پنبه دیگر در ولایت کندهار ایجاد شد. با گفته مسئولان این شرکت قابلیت پروسس 32 تن پنبه و 2 تن روغن 2.5 تن صابون را در مدت 8 ساعت دارد. مسئولان در اتاق تجارت و صنعت ولایت کندهار میگویند که اگر مشکلات برق در پارک‌های صنعتی کندهار حل شود، شرکت‌هایی که غیر فعال شدند دوباره فعال خواهد شد. که چیری موږ برق ولرو ان شاء الله الرحمن دغه سي کارخانو د ډیرو افتتاح او شهیدان به وسیږو. همدارنګ د مزکو په توزیع کې هم لا تر اوسه مزکی توزیع بنده ده، که چیری مزکی او هغه حقیقي اشخاص او هغه کسان چې حقي اولیت د دی هغوی ته توزیع سي. زموږ په ښار کې ډیر شمیر کارخانې دي، صنعتکاران په ښار کې په فعالیت بوخت دي، هغه به هم راسي په شوراندان کې به خپل فعالیت پیل کړي او یو منظمه پلان او ستراتیژي به ولري. سرمایه گذاران نیز از مشکلات موجود در پارک های صنعتی شکایت دارند و می گویند که همه ساله با مشکلات زیاد مواجه می شوند. نوغشتنمو دخپل اسلامی هم عرصه در ذکر چه دولت مکلف دادی چه صنعتکاران تحسنتی های برابری که خصوصا برشنه ورته برابری که خدمت در صاحب های دورت ویسی ذکر بجمی که از مجرد مچران چې په کیږي په یو مچر کې په لکو ډالر مال د تجاران باندې په لکو ډالر مال د صنعتکاران باندې خام و درغلی د عربو سره ورسې چې نه سره ورسې د دوی د ایران پاکستان سره ورسې چې کله چې پاکستان ته ترسې مچر چپس. مقامات محلی ما با سرمایه گذاران از تلاش ها برای حل مشکلات آنان و فراهم کردن زمینه کاری برای مردم خبر می دهند. وقت می بویدید تو طول سره کمک کوید هر وزارت چه کار مربوطی اگر رئیس صاحب دی اسانتیاو ته برابری وزارت ته دلار ورته برابرې کله مکتوب دلار و کله غیس خبره و ټول دا جناشتي چې دې تاسو ته برابرې مشکلات مشکلات حلوي
که چی د وزارت سره ولا خبره وای راست وزارت صاحب ته وای یا مشرتابه ته وره بیا بدی موږ کوم قصور کوو زکه دا د ځان مسولیت بول ځان ذمہواری بول چې اسانتیا ته برابر کو. این در حال است که همکنون در پارک های سنتی ولایت کندهار 27 شرکت پروسس پنبه فعالیت دارد و برای 1500 تن به گونه مستقیم و برای 3000 تن به گونه غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است. سالانه از این شرکت ها 170 هزار تن پنبه پروسس شده به بیرون از کشور صادر می شود که عاید آن به 400 میلیون دلار آمریکایی می رسد. نرخ ارزها. وضعیت هوا. از توجه و همراهی شما با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خبرها در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.